واشنگتن تایمز 25 نوامبر 2013. 86 روز اعتصاب غذا. بسیاری از جانها در خطرند. رئیس جمهور اوباما: سکوت را بشکن. آمریکا حفاظت ساکنان را تضمین کرده بود. اکنون زمان اقدام آمریکا و سازمان ملل است. اعتصاب غذا در لیبرتی، اتاوا، برلین، ژنو، لندن، روم، ملبورن و استکهلم در جریان است. صدها اعتصابی که شرایط بسیاری از آنها در 86مین روز اعتصاب به سرعت رو به وخامت است، خواهان آزادی 7 ایرانی مخالف به گروگان گرفته شده توسط عراق هستند. در یک جلسه توجیهی در کنگره آمریکا که روز 21 نوامبر برگزار شد، تام ریچ، اولین وزیر امنیت ملی آمریکا، برد چرمن، نماینده کنگره آمریکا، سفیر مارک کینزبرگ، سفیر پیشین آمریکا در مراکش و دیگر سخنرانان گفتند، عفو بین الملل در فراخوان به اقدام فوری برای آزادی گروگان‌ها که 19 نوامبر صادر کرد گفت، 7 گروگان توسط دولت مالکی نگهداری می شوند و در خطر شکنجه شدن و استرداد به رژیم ایران قرار دارند. آنها خاطر نشان کردند که این بیانیه بعد از انبوه شواهد دیگر اکنون به یک نتیجه گیری قطعی راه برده است که دولت عراق در حقیقت مسئول تهاجم و مهمتر از آن به گروگان گرفتن 7 تن بوده است. نماینده کنگره برد چرمن با تأکید بر مسئولیت آمریکا و ملل متحد برای نجات گروگان‌ها گفت، حمله اول سپتامبر علیه اشرف خشم و وحشت همه ما را برانگیخته است. این ایده که دولت عراق هیچ نقشی در این حمله نداشت، در واقع اعترافی توسط دولت عراق است که آنها به تعهدات بین المللی خودشان برای حفاظت از اشرف و کمپ لیبرتی بی اعتنا هستند.